نکته بعدی در رابطه با عفونت پای گاوشیری هست که این هم باعث میشه در واقع لنگش ایجاد بشه و این عفونت باعث میشه که میزان تولید شیرمون پایین بیاد. سلام، امروز میخوام در رابطه با علل افت ناگهانی تولید شیر در گله های گاوشیری نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همانطور که میدونید بقا و دوام گله های گاوشیری و فارم های گاوشیری بستگی به تولید شیر داره و میزان شیر داره. هر چقدر میزان شیر بالاتر باشه و تولیدمون بالاتر باشه، به همون مقدار گاودار یا دامدار سود بیشتری میبره و به همون میزان تولید شیر بیاد پایین، دامدار ما متضرر خواهد شد. اما چه عواملی باعث کاهش افت ناگهانی تولید شیر میشه؟ اینها رو من خدمت دوستان عزیز توضیح میدم. نکته اول لنگش هست. لنگش به دو صورت هست. اگر به صورت ضربات فیزیکی باشه باعث لنگیدن دام میشه که باعث افت تولید در واقع شیر میشه، به خاطر اینکه دردهای ناشی از ضربات فیزیکی باعث میشن که میزان شیرمون بیاد پایین. نکته بعدی در رابطه با عفونت پای گاوشیری هست که این هم باعث میشه در واقع لنگش ایجاد بشه و این عفونت باعث میشه که میزان تولید شیرمون پایین بیاد. نکته بعدی در رابطه با انگل‌های داخلی و خارجی است. هر چقدر میزان انگل داخلی و خارجیمون بیشتر باشه، به همون میزان تولید شیرمون میاد پایین. یعنی انگل‌ها از بیرون و از درون دام رو مورد آزار قرار میدن و میزان تولید رو پایین میارن. نکته بعدی نامتعادل بودن جیره غذایی است. یعنی اینکه ما جیره بالانس شده در اختیار گاو قرار نمیدیم. گاو شیریمون احتیاجات بیشتری داره. ضمن اینکه احتیاجات نگهداری دام رو باید فراهم کنیم، احتیاجات تولید و احتیاجات زایمان دام رو هم در کنارش باید داشته باشیم. به همین خاطر جیره بالانس شده اهمیت بیشتری داره. نکته بعدی میزان خوراک است. در بعضی از دامداری ها ما مشاهده کردیم که میزان خوراکی که به دام داده میشه بسیار کم هست، یا اینکه درای متر یا ماده خشکش کم هست، یا کنسانتره متناسب با میزان ماده خشک نیست. اینا همشون باعث میشه که میزان تولید شیرمون بیاد پایین. نکته بعدی استرس های گرمایی و سرمایی هستند. هر چقدر تنش گرمایی در دامداری بیشتر باشه، به همون میزان تولید شیرمون میاد پایین. در دامداری ها خصوصا گاوداری های شیری باید مراقب درجه حرارت باشیم، مراقب تنش های گرمایی باشیم، راهکارهای تنش های گرمایی را بدونیم و بتونیم با اون مقابله کنیم. همچنین تنش های سرمایی در گله های گاوشیری اهمیت بیشتری داره. برای هر دو باید برنامه و پروتکل خاص خودمون رو اجرا کنیم. نکته بعدی بادی کاندیشن اسکور هست. یعنی نمره بدنی یا نمره وضعیت بدنی یا وضعیت نمره بدنی. همه اینها در مقالات مورد استفاده قرار میگیره که این هم اهمیتش بسیار بالا هست. اگر شما میزان چاقی در واقع گاو شیری رو بالا ببرید و اسکور بدنی این رو بالا ببرید، میزان تولید شیرمون میاد پایین، در زایمان دوچار مشکل میشیم، در تولید دوچار مشکل میشیم. باید حدوداً شما وضعیت بدنی دامهای شیری رو بین 3.2 و 2.8 قرار بدید تا بتونید بهترین نتیجه رو از گاو شیری خودتون در تولید شیر داشته باشید. نکته بعدی بیماری های عفونی است. بیماری های عفونی باعث کاهش تولید میشن، خصوصا ورم پستان، چه حاد باشه، چه تحت حاد باشه، چه مزمن باشه. همه اینها باعث میشن که میزان تولید شیرمون بیاد پایین، اونم به خاطر تخریب بافت پستانی هست و دردهایی که دامهای شیری از این بابت در واقع متحمل میشن. نکته بعدی رفتار گاودار و دامدار با دامهای شیری است. در برخی از دامداری ها دوستان ما دیدیم که دامها رو با چوب، با سر و صدا، با زدن اینها را به شیردوشی هدایت میکنن، یا برای شیر هدایت میکنن، یا برای خوراک هدایت میکنن. اینها روش های درستی نیست. حتما باید در این مورد تجدید نظر بشه و رفتار عاقلانه با گاوهای شیری داشته باشید. برای اینکه گاو شیری براتون به عنوان یک کارخانه تولید کننده شیر هست. هیچ کس کارخانه خودش رو مورد
ضرب و شتم و آزار قرار نمیده، کارخانه تولیدی خودش رو در واقع تخریب نمیکنه و آزار نمیده. به همین خاطر رفتار متناسبی دوستان با دامهای خودشون داشته باشن. نکته بعدی ناباروری هست. دوستان، ناباروری اگر در گله های گاو شیریمون داشته باشیم، به هر نفع ممکنه کیست ها یا عوامل عفونی منجر به ناباروری بشه، اینها هم میزان تولید شیرمون رو در واقع میارن پایین. و اما نکته بعدی آب سالم و آب تمیز است. دوستان سعی کنید آب سالم و تمیز و آب آشامیدنی مناسبی رو در اختیار گاوهای شیری خودتون قرار بدید. آبشخورهای دامهای شیری معمولاً باید حداقل نصفشون پر باشه، تمیز باشه و بهداشتی باشه تا بتونن آب سالم خودشون رو دریافت کنند. گاوهای شیری معمولاً بین 90 تا 200 لیتر آب رو در روز مصرف میکنن، به همین خاطر نیاز آبی گاوهای شیری بسیار بالا هست. نکته بعدی تراکم در دامداری ها هست. دوستان، هر چقدر میزان تراکم شما در چه در فریستال، چه در استبل های قدیمی، چه در دامداری های سنتی بیشتر باشه، به همون میزان استرس بیشتر هست، میزان دما بیشتر هست، میزان تنش بین دام ها بیشتر هست، به همین خاطر میزان تولید شیر رو پایین میاریم. نکته بعدی ناکارآمدی دستگاه های شیردوشی هست. در واقع ما خیلی در دامداری ها مشاهده کردیم که دستگاه های شیردوشی به نحوی دوچار مشکل هستن، ضربان درستی نمیزنن، لاینر هاشون دوچار مشکل هست، خود دستگاه ها دوچار مشکل هست، میزان مکندگی دستگاه ها دوچار مشکل هست. اینها رو هم دوستان اگر تنظیماتش رو قشنگ رعایت کنن میتونن شیر بیشتری رو از دامهای خودشون داشته باشن. امیدوارم این برنامه مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در رابطه با میزان تولید شیر، افت ناگهانی تولید شیر سوالی داشتید، حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.